دم صبح یک روز گرم بهاری بود، 108 سال پیش که بزرگترین ثروت ایران کشف شد. همان طلای سیاه که در دره‌های اطراف مسجد سلیمان بی خبر از زمین جوشید، آن هم جلوی چشم ناامید مهندسان انگلیسی و کارگران هندی و ایرانی که دیگر از کشف نفت توی دره‌های جنوبی ایران پاک ناامید بودند. البته میگویند که سابقه کشف نفت در ایران به 4000 سال پیش برمیگردد، نه همین 100 و چند سال پیش. اما فکر نکنم آن ویلیام ناکس دارسی مشهور به هوای این قصه ها سراغ ایران آمده بود. میگویند تیز شدن شاخک های جناب دارسی برمیگردد به آن گاردن پارتی سیاسی که دارسی از جناب رویتر مشهور چیزهایی درباره منبع غنی نفت ایران شنید. یعنی آقای رویتر، بانی خبرگزاری بزرگ رویترز، بی خبر از عاقبت بی حواسی وسط مهمانی در حالی که کمی سرش گرم و حالش خوش بود به گنجی اشاره کرد که زیر زمین‌های ایران خوابیده و دارسی که اهل کشف طلا بود روی هوا کلماتش را قاپید. البته ده خدا یک قصه دیگر هم توی لغتنامه‌اش نوشته، داستان یک مرد ارمنی به نام کتابچی خان که روزگاری رئیس گمرکات ایران بود و بچه‌هایش را برای تحصیل به اروپا فرستاده و میگویند به وسیله آنها چند نفر را وادار کرده بود که با دارسی وارد مذاکره شوند و به دارسی اطمینان بدهند که در خاک ایران به نفت خواهد رسید. حالا بعدتر چه شد؟ دارسی یک آشنای مشترک با رئیس الوزرای ایران جور کرد و توانست در سال 1279 شمسی اولین نامه رسمیش درباره قرارداد نفت را به دست شاه ایران برساند. تاریخ میگوید جناب ویلیام چه چرب زبانی هایی برای مظفرالدین شاه نکرد. همه اش حرف پول و فواید و درآمد حاصله بود از زمین های خشکی که هیچ درآمدی برای شاه نداشتند. شاه هم که دلش میخواست هرچه زودتر مسکوکات طلای لازم برای سفر به اروپا جور شود، دلش برای 20000 لیره پیشنهادی ضعف رفت و چنان بعلی گفت که کل سرزمین ایران به لرزه افتاد و گمانم درست یک روز بعد از امضای آن قرارداد بود که بالاخره کارگران هندی در جنوب از کشتی پیاده شدند و اولین تیشه ها را به زمین های جنوبی زدند. اولین عملیات شرکت نفتی ایران انگلیس هم در قصر شیرین و چاه سرخ انجام شد، بعد هم در شوشتر، و در این 3 سال حفاری کلی خرج روی دست انگلیسی ها گذاشت و خبری هم از نفت نشد که نشد. تا اینکه شرکت دارسی که 225000 لیره خرج روی دستش مانده بود دست به دامن شرکت نفت برمه اسکاتلند شد. اما قصه ما امروز داستان پریدن آن گنج سیاه رو به آسمان است. در سحرگاه 5 خرداد سال 1287 شمسی رأس ساعت 4:30 بامداد، وقتی ستارگان به روشنی در آسمان بی ابر برق می زدند و صدای فریاد پر از ذوق و هیجان مهندس رینولدز انگلیسی خواب منطقه نفتون را می آشفت. حالا بشنوید باز هم از جناب تاریخ که یواشکی می گوید این طلای بلا به جناب دارسی هم زیاد وفا نکرد، چون بالاخره دولت انگلستان هم متوجه سوددهی منابع نفتی ایران شد و دارسی را عقب زد و چنان خیمه‌ای بر جنوب ایران زد که نگو و نپرس.
باور میکنید یا نه، یک نویسنده انگلیسی همان سالها در نشریه پرونال لندن نوشت نفت ایران مثل خون در رگهای اقتصاد بریتانیاست و مایه سیاهی که راه خود را در فاصله 1450 مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می کند، یک روز ثابت خواهد کرد که خون لازم برای وجود ما خواهد بود. حالا همه اینها کی اتفاق افتاد؟ وقتی جنگ جهانی اول شروع شده بود و چرچیل نخست وزیر زرنگ انگلستان با خوشحالی در مجلس عوام انگلیس گفته بود از مدتی پیش دولت انگلستان برای کسب منابع نفتی ایران به منظور حفظ و اداره هندوستان و عظمت امپراتوری بریتانیا فعالیت سیاسی می کرد و مخصوصاً مواظب بوده که کمپانی های خارجی سهام نفت را خریداری نکنند. بله، این روزها باید در خاطر همه ایرانی ها بماند، روزهایی که نفت این طلای سیاه می جوشید و کسی جرأت دست زدن به گنج آبا و اجدادیش را نداشت و انگلیسی ها با خیال راحت توپ و تانک و کشتی به راه می انداختند و کسی به لغو قرارداد هم فکر نمی کرد. می گویند بعدها لورد کروزن انگلیسی نوشت کشتی جنگی ما روی امواج نفت به پیروزی رسید. راست هم می گفت. این خون سیاه طول کشید که وارد رکای سرزمین خودش شود. سالها، شاید 30 سال، 50 سال، اما هرچه بود بالاخره آمد.